است که در خیلی از جاها پیام اهمیت داره، نتیجه اهمیت داره، نشه خود شرح ما واقعا که حالا در فلان مسئله تاریخی حالا اینو نمیگم چی شد، نمیدونم کی جلو افتاد، کی پشت سرش بود، کی دست چپش بود، کی شاید اینها خود شرح ما واقعا قضیه چندان چیز نداشت بشه. پیام مهمه، خب پیام مهمه و ما هم به اون پیام کار داریم. پیام شما قانون صلیب رو در دوره ها بررسی کرد، بررسی کردین که هر کسی صلیب خودش رو بردوش میکشد و زندگی صلیب هر کسی است، زندگی هر کسی رو مصلوب میکنه. حالا وقتی که مصلوب میکنه یا برای یا زمان مصلوب شدن برای خاطر یه سمت این صلیب که جنود الله است مصلوب شده، یا برای سمت دیگریست که جنود شیطان مصلوب شده. چون در واقع در اون داستان هم با سمتی که اونجا از قول مسیح صحبت میشه، با عیسی مسیح علیه السلام کسای دیگه هم مصلوب شدن. حالا حضرت مسیح علیه السلام برای این قضیه اونا چی؟ اونا در واقع مصلوب شرارت ها شدن، مصلوب این شدن که جز جنود شیطان بودن، این برای اینکه جز جنود الله و جز به هر حال جنود الهی شدن. خب پیام اهمیت داره، اهمیت قضیه اینه که عیسی مسیح علیه السلام درسایی رو که به جا گذاشتن پله عشق رو کامل ترسیم کردن، موسی علیه السلام پله عقل رو نشون داد، در اینجا پله عشق ترسیم شد. در اسلام بسم الله الرحمن الرحیم، رحمان رحمان الرحیم چیه؟ عقل یا عشقه؟ یعنی بسم اللهش خب تجلی هستیست رو داریم میبینیم و اینجا و اون طرف قضیه، یعنی بالاترین نشانه عشق مفهوم رحمان و رحیمه. حالا رغم اینکه یه دفعه میکنن که قرآن راجبه عشق و پله عشق صحبت نداره، این هم خودش حالا یک بحثی داره، ولی شما میبینید که بالاتر از رحمان و رحیم چیزی در باب عشق داریم و حالا کاری نداریم که حب و ود و اینها صحبت شده و خود واژه عشق که یک گیاهی است که دور درخت میپیچه و اون درخت رو میخشکونه و در واقع عشق هم همچین چیز داره، دور پیکره سخت و صلب انسان میپیچه انسانو، یعنی اون بخش صلب و رجیدشو میخشکونه. خاصیت عشق اینه انسانو از اون خشک بودن و منجمد بودن خارج میکنه. مورد توجه عرفای ایران قرار گرفت و در ایران مورد استفاده قرار گرفت، ولی اون تو که بی معنا باشه در ادبیات عرفانی عرف مثلا در ادبیات عرب یا در قرآن مورد استفاده قرار نگرفته، ولی به جاش حب و ود و حالا با جای دیگری مورد استفاده قرار گرفت. مثلا ایمان عقل یا عشق؟ خب فرق باد و صدر و قلب در چیه؟ خب اگر اینا رو پاسخ بدیم میبینیم که جایگاه عشق در نظر گرفته شده، جایگاه عقل در نظر گرفته شده و این تو نیست. خب بنابراین میام میبینیم که میگه من راه هستم و همین صحبت ها رو، همین بحث هایی که ما هم در این در همه ادیان هست که در واقع به اصطلاح انبیا اولیا اوصیا میگن من راه هستم، به این معنا که انگشت اشاره که چیکار میکنن؟ در واقع همه گفتن که قولوا لا اله الا الله تفلحوا، همشون انگشت اشاره بودن و اشاره کردن، راه رو نشون دادن و چارچوبی رو معلوم کردن. اون چارچوب شده جز علائم راهنمای رانندگی اون راه. و اینه که
حالا گفتن از این در بیای، من در هستم تا چه کسی این در را بکوبد، از این زاویه است که بیا که در رو واکن که من این رو بهت بگم. خب در رو بزن تا من به در واقع اون مسیر کمال اون قضایا رو برای شما به اصطلاح مطرح بکنم. و حالا تعالیمی که عیسی مسیح علیه السلام به جا گذاشتن، شما در یکی از مفصل‌ترین دروس رو در مورد موجودات غیر ارگانیک شما در انجیل برخورد میکنید، بحث تفیض رو در انجیل برخورد میکنید، بحث روز پنتیکاست رو و چیزهای دیگه ای رو که بحث تعمید روح رو که برای ما مفهوم بسیار عمیقی داره حضرت عیسی علیه السلام مطرح کردن و دستشو به جا گذاشتن. تعمید آب و یحیی علیه السلام به جا گذاشتن که خب شما الان دارید بحث شارژ شعوری و نمیدونم این حرفا، دستشو از اونجاست. بنابراین همه انبیا و اولیا درسای به جا گذاشتن الهی. خب و مجموعه این درس‌ها درس‌هایی هستند که قرار بوده و قرار هست که بشر رو نجات بده. حالا من گناهان نوع بشر رو گرفتم، یک مفهومی داره. خب یک مفهومی داره که در واقع من با درسی که به جا گذاشتم جهالت بشر رو به خودم گرفتم، تاوانش رو پس دادم. اینطوریه دیگه، یعنی هر کسی شما ببینید که در همه وادی ها وقتی که نبی حرکت کرده جهالت بشر رو تبدیل کرده به چی؟ تبدیل کرده به آگاهی. باهاشو داده یا نداده؟ کدوم از این انبیا و اولیا سر سالم به زلا از این دنیا با خودشون بردن؟ کدومشون به نمیدونم امکانات دنیاوی و نمیدونم چی رسیدن؟ همشون جز زجر و شکنجه و این حرفا چیزی رو همینی که اومدن حرف زدن فهمیدن که باید نقش یک بره رو بازی کنن که قربانی میشن. آنان که از سار اقام مفتن مور کردند و دهانش گرفتند و دهانش را دوختند. این یک به اصطلاح چیزی بوده که اینجا وجود داشته. عیسی مسیح هم در واقع میدونسته با صحبتی که داره میکنه، تجربه‌ای که به جا میذاره، درسی که به جا میذاره، اینطور نیست که کمیت طلب‌ها و همون در به اصطلاح عصر خودش که همه از علمای زمان بودن دیگه، عیسی مسیح و کیا مخاطبش بودن، یعنی مخاطبی که محاکمش کنن کیا بودن؟ بی‌سوادا که نبودن که، فریسیان و نمی‌دونم‌چی و همه ماجرا کسایی بودن که همه از علمای زمانه بودن. خب و میدونست که از شر اونا نجات بدانه میکنه، اینجا نه اونجا، اینجا اونجا، و بالاخره این مسئله رو براش پیاده میکنه. به هر صورت امروز ما در یک عصری قرار داریم که همه تجارب معرفتی، تجارب الهی، تجارب انبیا و اولیا و اوصیا و همه رو باید مورد بررسی قرار بدیم. اینا علائم و طریق و چراغ‌های راهنمای این راه بودن. در اسلام و ما که شیعه هستیم، حالا داغ اسمن بعض شیعه و مشایعت کردن، یعنی این که خب یعنی این که در مجاورت هم دیگه و مشایعت هم دیگه نشان دادن فستقیم و الهی، و تمام اولیا و اوصیای ما هم جز این کاری نکردن و اونها هم جز این کاری نکردن. حالا باید بریم جز رو دنبال یک سری تجارب، نمیدونم سوابق تاریخی، خیلی مسائل دیگه ببینیم که چه کسی از اینها خواسته که خودشو فقط جلال بده.
هیچ کدومشون. اگر چنین به نظر میاد، یک مسئله تاریخی داره، وگرنه هیچ کدومشون نگفتن که من خودم رو میخوام جلال بدم. همه در واقع نقش جلال الهی و نقش معرفی روح القدس و همینا بوده دیگه، و خود عیسی مسیح علیه السلام در این زمینه در واقع به نحو احسن در معرفی روح القدس اتحاد بین گفت من و پدر یک هستیم. همین بحث وحدتی که داره صحبت میشه، صحبت از اتحادی که وجود داره، چیزی که به صلاح هست به بهترین وجهی معرفی شده. ولی حالا اینه که بعد از عیسی مسیح علیه السلام خب امانت داری شده نشده، ببینید اینا هم دوباره همون چیزیست که همه درگیرش میشن، نه اینکه فقط اونجا. شما دیگه مثلا میبینید که در تجارب قرون وسطا چقدر تحریف در این مسائل به اصطلاح رخ داده، صورت گرفته، و چقدر اینه که گفت من قربانی گناهان نوع بشر شدم، قربانی گناهان نوع بشر. یعنی چی؟ این ناآگاهی‌هایی که به اصطلاح وجود داره. من منظورش این نبود که خب حالا دیگه شما هرچی گناه کنید، من قبلا این گناه رو من بنده برات اون دیگه رو چکشیم، شما حالا به برمان راحت باشید. خب یا مثلا صحبت هایی که خب اینا تحریف هایی شد که بعدا رخ دادن دیگه، مثلا روش چیز کردن دیگه، که خب دیگه اون که قربانی شده ما که دیگه کاری نداریم. یا خیلی چیزهای دیگه در واقع عیسی مسیح علیه السلام مثلا فرض کنید در خصوص اینه که اشاره به این مسئله بود که موسی بنیان عقلانی گذاشت. حالا دیدید که اون احکام سبت و سخت بدون کیفیت نمیتونه نجاتون بده. خب صحبت این بود دیگه، حالا بیاید به کیفیت رو بیارید. فرزند گم شده به خانه پدر برگرد. خب و یک کلمه انجیل خبر خوش، یک کلمه فرزند گم شده به خانه پدر برگرد، یعنی داره یه موضوع کیفیتی رو مطرح میکنه، در حالی که موسی بحث عقلانی و اصول بسیار مفصل آداب و رسوم نماز و حج و روزه و خمس و اشریه و نمیدونم چی و همین داره، اون بنیانیش اونجاست دیگه، درسته؟ یک کلمه گفت بابا جون حالا اونا رو داریم، دیدید که یه چیزش کمه، منظور اینا بود دیگه. بعد از عیسی مسیح علیه السلام گفتن خب پس گفت که اونا مهم نیست، میتونیم مثلا مشروبات الکلی مصرف بکنیم، چیکار بکنیم، چیکار کنیم، حالا پس یه چیزه دیگه اهمیت داره. همین مسئله که بحث الان هم صحبت شد رو بحث کمیت و کیفیته، این مسائل همه جا تحت شعاع قرار گرفته، ولی یک چیزی مسلمه، همه اینها ما را دعوت به وحدت و دعوت به کمال و دعوت به او کردن. اگر چیزی غیر از این مشاهده بشه، این یک مقداری جای تعمق، باید تعمق کنیم. و الان هم ما خودمونم اول بحث به اصطلاح دوستان به این مسئله توجه کردن، اگر کسی گفت که من بیاد از من به نام من برا من، دیدین که چه آجیر خطری کشیدید. بنابراین این قانون کلی است، همه ما از کوچیک و بزرگ، از نمی‌دونم افراد معمولی تا اونها، همه یک مسئله داشتن که قولوا لا اله الا الله تفلحوا. این یک اصل کلی است، دعوت به او. همون گفت دیگه فرزند گم شده به خانه پدر برگرد، مفهوم انجیل به معنای خبر خوش، مژده، همین بود دیگه، درسته؟ قبول دارید دیگه، چیز دیگری که نگفت که تموم شد.